سال 2010 یک کشوری ساخته شد به اسم اینستاگرام و شما میدونید هر کشوری برای اینکه دچار آشفتگی نباشه و نظم داشته باشه نیاز به یه سری قوانین داره. شما که داری این ویدیو رو تماشا میکنی و داری از اینستاگرام استفاده میکنی، تا حالا شده با خودت فکر کنی اصلا اینستاگرام قانون داره؟ اصلا برات اهمیت داره؟ اگه دوست داری قوانین اینستاگرام رو یاد بگیری و بتونی تو این کشور به راحتی زندگی کنی و دچار مشکل نشی و پیجت بسته نشه، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام، به ویندی اپل خوش اومدید. من فرزاد شهریاری هستم و امشب میخوام درباره قانونهای اینستاگرام باهاتون صحبت کنم. همونطور که گفتم شما میتونید اینستاگرام رو یه کشور در نظر بگیرین که همه دنیا با همدیگه توش در ارتباطن. شما تو اینستاگرام فرهنگ‌ها، نژادها، ملیت‌ها و خیلی چیزهای مختلف رو میتونید ببینید. اما یه سری قوانین هم باید باشه که به اینستاگرام نظم بده و اینستاگرام رو دچار آشفتگی و مشکلات نکنه. خب مقدمه بسه و بریم سراغ اصل مطلب. اولین قانون اینستاگرام پورنوگرافیه و شما نباید عکسی تو اینستاگرام منتشر کنید که از نقاط حساس بدنتونه، همون نقاطی که خودتون میدونید. خب دیگه ادامهش نمیدم و فکر میکنم تا همینجا کافی باشه و فکر میکنم منظور منو گرفته باشین. میریم سراغ قانون دوم که تو ایران زیاد بهش توجهی نمیکنن، قانون کپی رایت. قانون کپی رایت چیه؟ فرض کنید شما یه خواننده هستین، 10-15 سال کارتون خوانندگی یا ساخت موزیکه. یکی میاد موزیک شما رو برمی‌داره و میذاره تو ویدیوش بدون اینکه از شما اجازه بگیره و شما نمیتونید هیچ کاری کنید. این خیلی آزاردهنده است. اما اگه موزیکتون قانون کپی رایت داشته باشه و کسی که میخواد موزیک شما رو برداره و بذاره توی ویدیوش از شما اجازه بگیره، اون موقع تازه میتونه از موزیکتون استفاده کنه. خب اینجوری بذاریم بهتون بگم، موزیکایی که قانون کپی رایت دارن رو نباید توی ویدیوهاتون توی اینستاگرام استفاده کنید. شما اگه موزیکتون قانون کپی رایت داشته باشه بعد از اینکه ویدیوتون رو آپلود کردین، خود اینستاگرام ویدیوتون رو بلاک میکنه. به نظر من این قانون فوق العاده است که حق کسی که هنرمنده یا حق کسی که ویدیو سازه زایه نشه. سومین قضیه که اینستاگرام خیلی روش حساسه، ستایش کردن ترور شده و تروریست. و اگه یادتون باشه توی چند ماه پیش به خاطر تروری که پیش اومده بود، اینستاگرام تقریبا هر اکانتایی که عکس اون ترور شده رو گذاشته بودن رو یا حذف می‌کرد یا شادوبن می‌کرد یا لایوشون رو دچار مشکل می‌کرد. این مسئله زیاد توی پلتفرم‌های دیگه حساس نیست، بیشتر تو اینستاگرام حساسه. اگه شما که نمیتونی لایو بذاری یا اینکه بازه اکانتت اومده پایین، پس این اشتباه مرتکب شدی. قانون شماره 4، توهین. همونطور که توی دنیای واقعی توهین کردن جرمه، تو اینستاگرام هم جرمه. حالا چه توهین به ملت باشه، چه توهین نجات پرستانه باشه، چه توهین به مذهب باشه و خیلی چیزای دیگه. ویدیوهای خشن و واقعی رو اصلا تو اینستاگرام منتشر نکنید. مثلا یکی داره حیوانی آزار میده و کتکش میزنه یا انسان دیگه رو میزنه. خب اینجوری بهتون بگم که خشونت تو اینستاگرام ممنوعه و نباید باشه. منظورم این نیستش که ویدیوهای کمدی نسازیم و توش دعوا نکنیم. اینستاگرام تشخیص میده که اون ویدیو کمدیه یا واقعیه. پس ویدیوهای آزاردهنده که توش کتککاری و جنگ و دعوا و تفنگ و چاقو و اون چیزایی که خودتون میفهمین رو تو اینستاگرام آپلود نکنید. فکر کنم قانون شماره 6 باشیم، قانون اسپم. حالا قانون اسپم چیه؟ قانون اسپم یه جورای قانون تکراره. مثلا من یه ویدیو دارم، هر دفعه میام همون ویدیو رو آپلود میکنم توی استوریم، حالا شده هفته یه بار باشه، شده دو سه روزی یه بار باشه، اون ویدیو اگه زیاد تکرار بشه جز قوانین اسپمه و شما میتونید ریپورت اسپم بدین. یه خودتون میفهمین اگه چیزی تکراری باشه حوصله آدمو سر میبره و واقعا آزاردهنده است. پس حواستون باشه اگه چیزی رو تو پیجتون میخواین آپلود کنین مثل استوری تکراری نباشه. قانون شماره 7 هم مربوط به لایک کردن، فالو کردن، آنفالو کردن، بلاک کردن و کامنت. من یه تحقیقی انجام دادم و الان بهتون میگم که چقدر باید فالو کنید، چقدر باید آنفالو کنید و و و و و. شما میتونید تو اینستاگرام ساعتی 60 نفر رو فالو کنید و اگه بیشتر این کار رو انجام بدین قوانین اینستاگرام رو یه جوری نقض کردین. میتونید ساعتی 350 پست رو لایک کنید. حد اکثر هشتگی که میذارین حدود 15 الی 20 تا باشه، حتی بیشتر هم میتونید، ولی خب من از اطمینان میگم 15-20 تا. و تا جایی که میتونید فالو آن فالو نکنید و اگه میکنید خیلی خیلی کم. کامنت رو مطمئن نیستم ولی فکر میکنم کامنتم بین ساعتی 30 تا 60 باشه. تو به نظر من 60 خیلی زیاده. قانون شماره 8، فروش سلاح گرم، دخانیات، الکل، مواد مخدر توی اینستاگرام ممنوعه. قانون شماره 9، برای اینکه بخواید توی اینستاگرام قرکشی بذاریم بعد از خود اینستاگرام اجازه بگیریم. ولی من شخصا گشتم و نفهمیدم چجوری بعد از اینستاگرام اجازه گرفت. قانون شماره 10، اخبار دروغ رو توی اینستاگرام منتشر نکنید. حالا یه سری قوانینم هستن که اونا رو تو کپشن براتون می‌نویسم تا اینستاتون دچار مشکل نشه و با همدیگه بتونیم تو این کشور به راحتی زندگی کنیم و دچار مشکل نشیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت یادتون نره، به اشتراک گذاری و سیف کردن این ویدیو هم یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.